توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری یه بیوی بیزینسی خیلی خفن برای اینستاگراماتون بنویسید. پس این ویدیو رو از دست ندید. سلام به همگی، من المیرام. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. همونطور که همتون میدونید هر چهارشنبه توی پیج ویمنوند ما یک ویدیوی آموزشی برای شما درست میکنیم که بتونه به بهتر فروشتون توی اینستاگرام کمک بکنه. خب موضوع ویدیو این هفته به نظرم جز به مهمترین موضوعاتیه که هر کسی که میخواد یه بیزینس توی اینستاگرام شروع بکنه باید راجبش اطلاعات داشته باشه. حالا میپرسین چرا مهمه؟ خیلی واضحه. وقتی که افراد وارد صفحه شما میشن، وقتی که مشتری های احتمالی و بالقوه شما وارد صفحه اینستاگرامی شما میشن، چی میبینن؟ اولین چیزی که میبینن بیوی اینستاگرامی شما که اون بالا و خیلی واضح مشخصه. به اصطلاح بهش میگن first impression، یعنی شما باید توی وهله اول که کسی وارد پیجتون میشه انقدر اون بیو براش جذاب باشه و هر اطلاعاتی رو که میخواد از اون بیو شما بگیره، صفحه شما رو ببینه، اسکرول بکنه، ببینه که چه محتوایی گذاشتین. چون مردم تمام روز وقت ندارن که بیان ببینن که شما چه محتوایی گذاشتین، آیا محتوای شما به دردشون میخوره. از اول پیش بریم، دونه دونه سکشن هایی که وجود داره رو باهاتون راجع بهش صحبت بکنم و بهتون اطلاعات کافی و لازم رو بدم. اول از همه وارد صفحه اینستاگرامتون بشین و ادیت پروفایل رو بزنید. اولین چیزی که اون بالاست عکس پروفایل شماست، همونطور که مشخصه. خیلی مهمه که عکس پروفایل شما نشون دهنده برند شما باشه و قطعا باید لوگوتون رو توی پروفایل پیکچرتون قرار بدین، نه هیچ عکس دیگه، نه عکس شخصیتون، نه عکس خانوادگیتون، نه عکس از یک کدوم از محصولاتتون. مهمترین چیز اینه که عکس لوگوتون رو قرار بدین توی اون پروفایلتون. دومی سکشن، سکشن نیم شما هستش. این خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون که قابل سرچ شدنه، یعنی علاوه بر اینکه اسمتون رو هم می‌نویسین، یک موردی که مربوط به بیزینس شماست و اگر که مردم اون رو سرچ بکنن وارد پیج شما میشن رو حتما بنویسین. اگر که دقت کنید برای پیج ویمن اوند ما نوشتیم حمایت از خانم‌های کارآفرین، پس هر کسی بیاد وارد قسمت سرچ اینستاگرام بشه و سرچ کنه حمایت از خانم‌های کارآفرین، جزو اولین پروفایل‌ها پروفایل پیج ویمن اون رو میاره. پس خیلی مهمه که علاوه بر اسمتون که می‌نویسین یک چیزی راجع به کارتون هم باشه، چون اون سکشن قابلیت سرچ شدن رو داره. یوزرنیمتون هم همونطور که مشخصه ما برای ویمن همون ویمن.اون رو گذاشتیم. این یوزرنیم شما هستش و هیچ تغییری هم نمی‌کنه. پس یوزرنیمتون رو به همون شکل بنویسید. مورد بعدی وبسایت هستش. اگر که نگاه کنید برای پیج ویمن اون وبسایت خالی هستش. چرا؟ چون که ما داریم روی وبسایتمون کار میکنیم و به زودی هم قرار بالا بیاد و قطعا این سکشن رو به اسم وبسایتمون پر میکنیم. یه زمانی هستش که شما وبسایت ندارید، مثلا یه لندینگ پیج خیلی ساده دارید، میتونید لینک لندینگ پیجتون رو قرار بدید. یا یه زمانی که شما دارید توی یوتیوب فعالیت میکنید و ویدیو درست میکنید، میتونید لینک یوتیوبتون رو قرار بدید. هر لینکی که قابلیت کلیک شدن رو داشته باشه میتونید داخل وبسایت قرارش بدید. بعدی راجع به بیوه. بیوی شما فقط 150 تا کاراکتر رو میتونید اونجا وارد بکنید. پس خیلی مهمه که کوتاه و خیلی ساده و خیلی واضح منظورتون رو برسونید. حالا منظور من چیه؟ یعنی که شما باید به اون 150 تا کلمه بگین که شما کی هستین؟ چه کمکی میتونید به بقیه انجام بدین؟ مثلا من کسی هستم که توی حوزه اینستاگرام دارم به شما کمک میکنم که پیشرفت بکنید و فالوورهاتون رو تبدیل به مشتری بکنید. پس من باید یه بیوی مدلی از خودم بنویسم. یا پیج ویمن اوند پیجیه که در راستای پیشرفت خانم‌های کارآفرین داره فعالیت میکنه و من توی بیو اومدم از هشتگ ویمن اوند هم استفاده کردم و از شما خواستم که از این هشتگ استفاده بکنید. شما میتونید توی قسمت بیو از یک هشتگ استفاده
بکنید که نماینده برند شماست و هشتگی که دوست دارین شما دیده بشه، نه هر هشتگی. من خیلی پروفایلر دیدم که 4-5 تا هشتگ خیلی بدون ربط از هم گذاشتن. این هشتگ ها به شما هیچ کمکی نمیکنه، ولی موقعی که شما فقط یه دونه هشتگ رو میخواین خیلی بزرگ کنید و بقیه میخواین از اون هشتگ استفاده بکنن، میتونین از اون یه دونه هشتگ توی بیوتون استفاده بکنید. در ضمن اگر که لینک وبسایتتون رو هم میدین، یه توضیح کوتاهی بالای لینکتون بنویسید، مثلا بنویسید که اینجا قرار آموزش های رایگان باشه و لینک وبسایتتون رو بذارید. یه توضیح راجع به لینکتون بنویسید که فکر نکنن لینک شما اسپمو به درد نخوره، بدونن که لینک شما یک لینک مهمیه که قابلیت کلیک شدن هم داشته باشه و حتما بیان روش کلیک بکنن. راستی توی قسمت بیو اگر صفحه دیگه ای هم دارین که توی اینستاگرام فعالیت داره، مثلا کسایی هستن که دو تا پیج کاری دارن، میتونید توی قسمت بیوتون اون یکی پیج کاریتون رو هم بنویسید. بعدی که شما دارید میبینید پروفایل اینفورمیشن هستش. راجع پروفایل اینفورمیشن دونه دونه سکشن ها رو با هم دیگه بررسی میکنم. اولیش پیج هستش که اگر نگاه کنید برای بیمنون کانتنت اور کریئتور هستش. پیج بیمنون یک پیج کریئتور هستش. این رو خودم انتخاب کردم و اونجا شما خودتون میتونید انتخاب کنید. یا میتونه پیجتون پرایوت باشه، یا میتونه پیجتون کریئتور باشه، یا شما میتونید پیجتون رو به فیسبوکتون بس بکنید. که من به فیسبوک بس نکردم این پیج و فقط حالت کریئتور باقی مونده. زمانی که شما کریئتور رو انتخاب میکنید، یه قسمتی داره که میتونید کاتگوری کارتون رو انتخاب کنید. بچه این قسمت خیلی قسمت مهمیه که من تو خیلی از پیجایی که میبینم بیزینسی هستن اصلا این رو رعایت نکردم. خب این چیزیه که شما میتونید به کسایی که وارد پیج شما میشن نشون بدین که پیج شما چیه. اگر که نگاه کنید پیج ویمن اوند رو من کامیونیتی نوشتم، یعنی یک جمعیه که ما دور هم دیگه جمع شدیم و داریم به پیشرفت هم دیگه کمک میکنیم. حالا اگر که شما لباسه میتونید کلوتینگ بذارین، اگر که شمعه میتونید کندل بذارین، هر چیزی که مربوط به کارتونه کاتگوریش رو پیدا کنید و حتما از کاتگوری استفاده بکنید. مورد بعدی کانتاکت آپشن هستش. شما توی کانتکت آپشن هم میتونید ایمیلتون رو وارد بکنید و هم میتونید شماره تلفنتون رو وارد کنید. بچه‌ها اینا خیلی مهمه. من خیلی ها رو دیدم به جای اینکه بیان از اون قسمت بیوشون استفاده کنن و توضیح راجع به کارشون بدن و بگن که به چه کسایی میتونن کمک بکنن، میان اطلاعات تماسشون رو توی بیوشون می‌نویسن. خب وقتی که اینستاگرام این قابلیت رو در اختیار شما گذاشته که خیلی راحت بتونید ایمیلتون و شماره تلفنتون رو بنویسید و به شکل یک باتن، به شکل یک دکمه به صفحه اینستاگرامتون اضافه میکنه، چرا از این استفاده نکنید؟ پس هم میتونید ایمیل کاریتون و هم میتونید شماره تلفنتون رو اون قسمت وارد. قسمت بعدی پروفایل دیسپلی هستش. زمانی که شما واردش میشین که قطعا من میذارم که ببینید، دو تا اجازه از شما میگیره. یکی اینکه میگه که اون قسمتی رو که شما کاتگوری رو انتخاب کردین دوست دارین توی پیجتون نمایش داده بشه شما روشن میکنین. مورد بعدی میگه که حالا اون قسمتی که کانتکتتون رو وارد کردین، ایمیل و شماره تماستون رو وارد کردین، آیا میخواین این قسمت هم توی پروفایلتون نمایش داده بشه؟ اون رو هم روشن میکنین. الان زمانی که وارد پروفایلتون بشین کاملا مشخصه که هم راههای ارتباطی و تماس با شما هستش و همین که کاتگوریتون مشخص هستش. خب این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که لذتشو برده باشین. بچه ها یادتون نره که بیو خیلی 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 مهمه، به خاطر اینکه هر کسی که وارد صفحه شما میشه اولین چیزی که باید توجهشو جلب بکنه بیوی شما هستش. پس یه بیوی خیلی خوب بشینید بنویسید، راجبش فکر بکنید و هرچی ایده دارید پیاده بکنید توی اون 150 تا کلمه تا بتونید کامل برسونید شما چه کسی هستین، چیکار میکنید و چه جوری قراره که به بقیه کمک بکنید. بچه یادتون نره که مثل همیشه این ویدیو رو حتما به اشتراک بذارین، سیوش بکنین، اون قلب کوچولوی سفید رو فشار بدین تا قرمز و خوشگل بشه و اینکه اگر دوست داشتین استوریش بکنین تا بقیه هم بتونن استفاده بکنن و بتونن بیوی خوب و بیزینسی بنویسن. مثل همیشه خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنونم از اینکه کنارمی. خدا نگهدار.